از کنایه ریال و بارسا تا توافق بارسلونا با ژاوی و شایعه هم بازی شدن گریزمن با رونالدو. سلام به کانال همگان با ورزش، خوش آمدید. ریال مادرید در پیام بامزه در تویتر به تمسخر اختلاف امتیاز با بارسلونا پرداخت. بر اساس گزارش خبرنگار روزنامه موندو دیپورتیفو، سران باشگاه بارسلونا با ژاوی هرناندز به توافق رسید است. مهاجم فرانسوی بارسلونا که در وضعیت نچندان خوب به سر میبرد، اکنون پیشنهاد از باشگاه ایتالیایی دریافت کرده است. بارسلونا با توقف مقابل اتلتیکو در سه‌شنبه هفته گذشته به ریال مادرید فرصت داد تا به پیروزی مقابل خطافه گام بزرگ به سمت قهرمانی لالیگا بردارد. صفحه تویتر ریال مادرید به بهانه افزایش اختلاف امتیاز به عدد 4 با اشاره به شماره پیراهن سرجیو راموس کاپیتان تیم در پیام در صفحه تویترش نوشته است: چند امتیاز با رتبه دوم فاصله داریم، سرجیو راموس. ریال مادرید برای این تویت تصویر از خوشحالی راموس پس از گلزنی مقابل خطافه را نشان داده است که پس از گلزنی از روی نقطه پنالتی خوشحالی میکند و شماره 4 خود را به دوربین ها نشان میدهد. حالا بارسلونا نه تنها 4 امتیاز عقب است، بلکه با توجه به اینکه بازی رو در رو را از دست داده، باید امیدوار باشد که ریال مادرید تا پایان فصل حداقل 5 امتیاز در 5 بازی بعدی از دست بدهد. ریال مادرید در حال حاضر با 74 امتیاز، یعنی 4 امتیاز بیشتر از بارسلونا، صدرنشین لالیگا است و در فاصله 5 بازی به پایان شانس زیاد برای قهرمانی دارد. در واقع ریال مادرید با 3 برد و 2 تساوی از 5 بازی بعدی خود نیز قهرمانی خود در لیگ اسپانیا را نهایی خواهد کرد. فرانسیس آگویلار، خبرنگار نشریه موندو دیپورتیو اسپانیا، در گزارش اعلام کرد که در پایان فصل کیکی سیتین از بارسلونا جدا خواهد شد و مدیران این تیم با ژاوی هرناندز، ستاره سابق این تیم که به تازگی به جرگه مربیان پیوسته، به توافق رسیده و ژاوی در پایان فصل هدایت بارسلونا را بر عهده خواهد گرفت. بعد از شروع مجدد مسابقات لالیگا، بارسلونا با سیتین نتایج مطلوب نگرفت و اکنون در پایان هفته 33 با 4 امتیاز اختلاف نسبت به ریال مادرید در رتبه دوم جدول قرار دارد. بارسلونا در 3 دیدار از 4 مسابقه اخیر خود در رقابت‌های لالیگا بازی را با نتیجه مساوی به پایان رسانده تا بدین ترتیب هواداران و مدیران این تیم از عملکرد سیتین، سرمربی این تیم، ناراضی باشند. از سوی هم امروز و روز گذشته خبر منتشر شد مبنی بر آن که لیونل مسی، ستاره آرژانتینی این تیم، به دلیل وضعیت این تیم قصد دارد تا در پایان فصل بعد از جمع آبیناری‌ها جدا گردد. وضعیت برای آنتوان گریزمان در بارسلونا بد می‌گذرد. مهاجم فرانسوی از زمان آمدن به نیوکمپ با مشکلات بسیار در این تیم مواجه بوده است. این بازیکن حالا با شایعات و اخبار در مورد جدا شدن از تیم کاتالان مواجه شده است. بر اساس گزارش، بارسلونا تصمیم گرفته گریزمن را بفروشد و این بازیکن را به یوونتوس پیشنهاد داده است. پاولو پاگانینی، خبرنگار ایتالیایی، گزارش داده است که مذاکرات در حال پیشروی است و بارسلونا در نظر دارد که گریزمن را در ازای پول و انتقال داگلاس کاستا و رابیو راهی تورین کند. طبق این گزارش، دو باشگاه رابطه خوب دارند و این را میتوان در معاوضه پیانیچ و آرتور مشاهده کرد. سیتین، سرمربی بارسلونا، در اقدام عجیب به گریزمن در بازی مقابل اتلتیکو مادرید فقط 4 دقیقه فرصت داد. موردی که با واکنش تند برادر و پدر این بازیکن همراه شد. اگر گریزمن راهی تورین شود، میتواند در کنار دیبالا و رونالدو خط حمله مرگبار را تشکیل بدهند و عملاً مایروس ساری یک خط حمله مهار نشدنی را در اختیار خواهد داشت. فصل اول آنتوان گریزمان در نیوکمپ خیلی پایین‌تر از سطح انتظارات بوده و به همین خاطر مهاجم فرانسوی به صورت جدی به جدایی فکر می‌کند و برنامه‌ای برای ماندن ندارد. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی، سبز و شاد بمانید. تا نگهدار.